خب ببینیم چه خبره. چی؟ کوچولی کوچولی دو جولی دو جولی چی میگه؟ دوبار پاپ خوندیم فکر کردیم کسیم قداره تو کمر موتور سی جی قلیون دستیم پنج سال بعد من و سورم به تو میگم پسیم کیرم و خوش نخور بذار کنن سوسیم میگه خوش خوش نخورش بذار بکنم سوسی. بک وکال یه اینجوری خلط جمع میکنن توف میکنن. اومد چهار تا پاپ خوندیم فکر کردیم اوسین. چرا؟ بعد من و سورم به تو میگم فسیم کیرم و خوش نخور بذار کنن سوسیم بلدی بسازید از هر سایت بود پوتی مندس رفا شما هر سال گود پاول و مالدینی دفت میکنم هر سان تو دافت رو کردم بیدش بعد پنج سان نو لفت. What? What? بلدید بسازید از هر سایت بود پوتی بلدید بسازید از هر سایت بود. اوکی تو طرفدار هر کی از این تعصبی بوتش میکنید. اوکی مندس رپ شما هر سال گوت من مندس رپ هم ولی شما هند ساید گوتو دارید مثلا اینجوری که هند ساید گوت میخوره به ویناک و پوری دیگه. پالو مال وینی دفت میکنم هر سان تو دافتو کردم بیدش بعد پنج سان نو پاولو مالدینی دفع میکنم هر سانت رو اسطوره باشگاه میلان که بهترین دفاعهای تاریخ اما هر جوری حمله کنی داشته دفعش میکنه دیگه دافتو دم بعد پنج سانت گفت نو یعنی گفت بیشتر فرو نشه. پاولو مالدینی دفع میکنم هر سانت تو دافتو کردم بیدش بعد پنج سانت نو لفظا علی بیران وندی تو عمل کتوله جوله ریمون تو سیف کشامون تو کوله رفیقاتون رو بی همه فیساشون گوگوله رفیقامون دیله رو بدن ها جا گلوله. کی را داره میگه؟ یا کلی داره رفیقاتون گوگول هن رفیقای ما جا گلوله ملوله فلان اینا لاتیپاتی لفظا علی بیران وندی تو عمل کتوله لفظ علی بیرانوندی تو عمل کتوله. علی بیرانوند درازه دیگه بعد ادعا میکنه میگفت ما بهترین نسل فوتبالیم و فلانیم و این حرفا آیا که جوله ریمون تو سیف کشامون تو کوله رفیقاتون رو بی همه فیساشون گوگوله رفیقامون دیله رو بدن ها جا گلوله فکری کی فاش میکنی پاپیت پوتی ریچه تو سیکس به هودا وصل حاجیت زمی زمی فکر میکنی کی روبیت با ما در میفتی و اینا کیو کلی داره میگه گنگه چون اونجوری من دارم پیدا نمیکنم شخص خاصی رو منشن کنم چون بی همه فیساشون گوگوله رفیقامون دیله رو بدن ها جا گلوله فکری کی فاش میکنی پاپیت پوتی ریچه تو سیکس به هودا وصل حاجیت زنگ میزنم دوتا مکسیکی میکنن کاردیس چخصای ما گنگستا تو با بچه باربیت های باربی چخ گنگستا که حال نمیده چخص گنگستا دهش مثلا یارو فکر کن باش میخوای مثلا چم بری حالا بعد شام جیم کنه داشم شراب هم سفارش بده واسه ما دختر که نباید خیلی گنگ اینجوری مثلا اونی که دافش خب باربی تره و اینا اون دافه دیگه دافه باربیه دیگه داشم یعنی دافاز باشی و مثلا میگم او ببین چه دافایی زده دافه باربیه نمیگم ببین آقا این چی گنگستری رو رفته تور کرده چون گنگستر هم تور کنی معلوم نیست شب کی کیو متوجه متوجه چی میگم تا مکسیکی میکنن کاردیس چخصای ما گنگستا تو با بچه باربیت های باربی های کم تخمم تاپ تن جوری امرو دوست میدم شه کارتون تموم های باربی های کن داستان های به جی جی داشت آهنگ باربی و کن هم داشت ولی خب از این باربی و کن رو میگه میگیم شما مثل اون عروسک باربی مرده ای دیگه حالا کنی دیگه به نوعی اوکی کلیه ولی دیست شخص اونجوری خاصی نیست باربی های کن تخمم تاپ تن جوری امرو دوست میدم شه کارتون تموم بارو بندی رو ببندی بیای خونمون کی اجازه میده برید کنسرت عموم همه زیر 18 سالید کنسرت هم نمیتونید برید؟ آه. کی؟ بچه های نسپنج؟ فکر نمی کنم پوتی بیاد به اونا بگی فکر نمی کنم آهنگ خیلی هم جدید باشه
ولی دیست میکنم کارت چه تموم، بعدش بیا خونمون، بعدش هم لابد با هم میرن حموم دیگه. ببندی بیای خونمون، کی اجازه میده برید کنسرت عموم، همه گنگ میان لاتی پر، تو که بیبی رپ بری تاتی تاتی کن، چرا عصبیت حشری میکنه جون، بچه خوشگی تو فقاتی کن جون. عصبی تو چی اشریم میکنه؟ اوکی اسم آهنگ پس برای اینه دیگه، عصبی تو اشری، عصبی تو اشریم میکنه چون تو فقط قاطی کون. همه گنگ میان لاتی پر، تو که بیبی رپ بری تاتی تاتی کن، چرا عصبی تو اشریم میکنه جون، بچه خوشگی تو فقط قاطی کن. همه گنگ میان لاتی پر، تو که بیبی رپ بری تاتی تاتی کن، چرا عصبیت حشری میکنه جون، بچه خوشگل تو فقط قاطی کن جون. ببینیم گل میندازی لپو میکنی کپو، میام با بلی مثل نپو کل پپو، ارزونی نمیارزی چیپی قد تیپی، هر روزم ارزونی نمیارزی چیپی قد تیپی، تیپ میدم به گارسون اینا. چیزش فارسی چی میشه؟ فارسی دقیق کلمه تیپ انعام، قد انعامی، چیپو کوچولو منو میبینی لپت گل میندازه و اینا. اوکی ولی مثل نوپو کل پوپو، ارزونی نمیارزی چیپی قد تیپی، هر روزم خواهی مال یک کیپی بینی کیپی، خرخرت میره زیر پام غره مک فوکال گفت خواهی مال کلی و بیدافت بچ بچ بچ، واسه خلاف حساب پیشیان ده رج رج رج، کل توی کیچن همه چاقی نوکب، فارسیش یعنی کسه میگم اینم بره بکب، به میگن جایی گزی نداری تو رپ فارسی، بابا نوکر دوشه این خار کسه ها کرد. بی ادب به کی داره میگه خارکسته؟ راست میگه، میگه بیبی فیسی هسته میشی هسته میشم پیاده. فکر نمی کنم، فکر کنم آهنگ قدیمی تر از این داستان هست، نمیدونم، بعد بپرسیم از خودش. تو حیات میده کیپتون بوی لبات، نمیخوره صدات به تریپ و ناز و عدات، چونو میشوری خنده نمیاد روی لبات، چونو میشوری خنده نمیاد روی لبات، یعنی چی حال میکنی؟ خودت داری کونه خودتو میشوری؟ ارضا میشی ها؟ کونه با دیگه به ما نپیش روی مباد، از تو حیات میده کیپتون بوی ل... اینجا وینا کو میگه آجی. من دو نبا دیگه به ما نپیش روی مباد، از تو حیات میده کیپتون بوی لباد، نمیخوره صدات به تریپ و ناز و عداد، کونو میشوری خنده نمیار روی لباد، سالی 100,000 تا میدم پول کسافت کاری، اگه آمارو بگیری تو هم ارادت داری، دیدم پس و شرا تش میخورد به ما چند باری، کونت میخوره که جنس بدیم بذارم باری همه. خب خود آشنا میگفت دلم و صد میره قیافت و اینجوری میکنی اخ میکنی، یعنی خود لفظ آشنا هم بودین داداش به پیاده میگفت. این چی میگم؟ همه گنگ میان لاتی پر، تو که بیبی رپری تاتی تاتی کن، چرا عصبیت حشری میکنه جون، بچه خوشگل تو فقط قاطی کن. همه گنگ میان لاتی پر، تو که بیبی رپری تاتی تاتی کن، چرا عصبیت حشری میکنه جون، بچه خوشگل تو فقط قاطی کن. قاطی کتک خواب الان کاری داشتیم کال می شماره رو بزن 912-5-0-2-1 شد اون آخرش واسه چیز، ولی این تیکه ساموئلسون بود دیگه، تو ال او ال میگفت دیگه 3-9-4-2 بزرگ بنویس 3-9-4-2 912-200-200-100 چه آهنگی بود. کلن ساندی که رادپو رو در میاره آجی قشنگ نیست، نمیدونم چرا خوب صدا نمیده. در وهله اول یه آهنگ خب گنگستایی بود و میشد تیکایی برداشت کرد، اما اونجوری چون نیم دراب نمی کرد این که مشخصا، یا میدونی یه چیزی که به شکل خاص، یعنی یک صفتی یا یک اسمی یا یک رفتاری که به شکل خاص به شخص خاصی بخوره هم نبود، به اشخاص مختلفی میتونست بخوره. از ویناک بگیر تا آشنا و پیاده که فکر نمی کنم بخوان راجع به آشنا و پیاده حرف بزنن، تا چون حالا مثلا هنستاین گوتو گفت، حتی سروشی پاپولوژیست اینا، اما به اون شکل دیس نبود، نه صرفا یه آهنگ گنگی بود که میتونستی برداشت کنی، یعنی میتونی بگی خب خیلی ها میتونن تو این بازه‌ای که داره راجبشون حرف میزنه باشن و میتونی نتیجه بگیری که کی بود چی بود چی نبود. ورسا لحاظ قافی و اینا چفت و خوشگل بود، و ولی آهنگ در کل آهنگ
من از همان ریپیت خوری نبود، نمیدونم کلا موزیکایی که راد پولو داره میزنه به گوش من خوب نمینشینه و این اولین آهنگی نیست که اینجوریه. برای حتی دانیال و مسین و خود گندم باگت اینا نمیدونم چرا اینجوریه، اون ساندی که نمیدونم یعنی اصلا تمیز به نظر نمیاد همه چی و قشنگ نمیشه باش عشق و حال کرد. در کل آهنگ برای اولین سینگل ترک هایپش این بود که گندم و پوتکن، چون گندم و پوتک قبلا دو سه تا آهنگ خیلی هایپ داشتن و اینا، اینجوری بود. ولی آهنگی نبود که مثلا اینو گوش کنی دلت بخواد مثلا آلبومو بری پیش خرید کنی. بس بر من میدونی چی میگم و اینجوری آهنگم میگم مختص شخص خاصی اونچنان نبود، صرفا تیکایی بیشتر که حالا گندم به ویناک بیشتر میخورد، یعنی اینجوری داشت خیلی ویناکو میگفت و حتی چرسی و یانگ سادن هم میشد برداشت بکنیم، ولی اونجوری دیس مستقیمی نبود، نه صرفا این سری حرفا رو داشت میزد به شکل کلی که حالا آدمای زیادی میتونن تو این بازه باشن دیگه، برداشت آزاد.